برای چندین دهه رشد هوش مصنوعی دانشمندان و محققان رو مجذوب خودش کرده. کیه که بعدش بیاد ماشینای هوشمند به بهبود زندگیش کمک کنن؟ زندگیمون ساده تر میشه. اینکه توی خونه نشستین و به دستیار صوتیتون بگین آهنگ پخش کنه، چراغا رو خاموش کنه، همه اینا کار ما رو راحت تر کردن. تازه در 50 یا 100 سال آینده هوش مصنوعی مسلماً قوی تر هم میشه و میتونه انتظارات ما رو بیشتر کنه. به نوعی میشه گفت هوش مصنوعی ما رو هم ارتقا میده. اگر انسان‌ها ماشین‌های پیشرفته و فوق هوشمند بسازن، رشد هوش مصنوعی چه تأثیری بر آینده بشر میذاره؟ در این ویدیو از پاراگراف به تأثیر وحشتناک هوش مصنوعی در آینده میپردازیم. در 20 سال گذشته، علاقه جهانی به هوش مصنوعی خیلی بیشتر شده. دانشگاه‌ها، سازمان‌های دولتی و سرمایه‌گذاران ثروتمند میلیاردها دلار رو به پروژه‌ها و گروه‌های تحقیقاتی متمرکز بر هوش مصنوعی سرازیر کردند. در حال حاضر، در اوایل دهه 2020، تقریباً هر صنعتی از ماشین‌های هوشمند و ابزارهای کنترل شده هوش مصنوعی استفاده می‌کنه که بهش هوش مصنوعی ضعیف یا محدود میگن. در تولید، هوش مصنوعی‌های محدود در کنار انسان‌ها توی کارخونه‌ها کار می‌کنن. توی بیمارستان‌ها پرستاران مجازی علائم حیاتی رو زیر نظر دارن و داده‌های بیمار رو تجزیه و تحلیل می‌کنن. در واقع کل صنایع مثل بازاریابی دیجیتال بر داده‌های جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزارهای هوشمند متکی‌اند. با توجه به اینکه خیلی از صنایع به دنبال فناوری‌های جدیدتر و سریع‌ترن، تولید هوش مصنوعی محدود همچنان به رشد خودش ادامه میده. توی گوشی‌های هوشمند و رایانه‌ها این ماشین‌های هوشمند از قبل توی تار و پود زندگی ما بافته شدن. اما این دستگاه‌ها تنها بخش کوچیکی از آنچه هوش مصنوعی محدود میتونه انجام بده رو ثبت کردن. در 20 سال آینده رهبران این حوزه رشد قابل توجهی رو در تولید و تنوع هوش مصنوعی محدود پیش بینی می‌کنن که در نتیجه‌اش ارتباطات و بهره‌وری جامعه ما هم روز به روز بهتر میشه. رشد هوش مصنوعی میتونه به همین راحتی اقتصاد جهان ما رو بی‌ثبات کنه و خدمات بهتر رو فقط برای افراد ثروتمند انجام بده. در این حال رشد هوش مصنوعی محدود به آزادی‌های اساسی انسان نفوذ می‌کنه. بنابراین رابطه بین انسان و فناوری رو تغییر میده. در حال حاضر حریم خصوصی دیجیتال کلی بحث و جدل تو سراسر جهان داره. برای مثال الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی اطلاعات شخصی رو جمع‌آوری و ذخیره می‌کنن و به خودشون اجازه میدن که به راحتی با بقیه اونا رو به اشتراک بذارن. یعنی چی؟ وقتی شما داخل جایی مثل اینستاگرام یک موضوع خاص رو سرچ میکنین و به صفحات مرتبط با یک موضوع مثلا آشپزی سر میزنین، الگوریتمای اینستاگرام تمام سرچ ها و اطلاعات و علایق شما رو جمع‌آوری میکنه، بعد میبینه چه روزهایی بیشتر دوست دارین تو اینترنت گشت بزنین و دقیقاً با در اختیار گذاشتن این اطلاعات با شرکت‌های مرتبط از این به بعد تبلیغاتی رو بهتون نمایش میده که در رابطه با آشپزی هستن. حتی در رابطه با سیاست، فیسبوک چند سال پیش با توجه به شناخت مخاطبانش تبلیغات متفاوت و هدفمندی رو به کاربران نشون میداد که دونالد ترامپ رو برای ریاست جمهوری به مردم تثبیت کنه و کمک بزرگی به تغییر سیاست کشور کرد. در دهه‌های آینده پیچیدگی ماشین‌ها و هوش مصنوعی هم بیشتر میشه، اما نقض حریم خصوصی و سایر آزادی‌های اساسی هم بیشتر اتفاق میفته. در کل میشه توی این جمله خلاصه کرد که هوش مصنوعی محدود جامعه ما رو در مقیاس بزرگ تحت تأثیر قرار میده. ما قبلاً چندین ویدیو در مورد هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های آینده به همراه مزایا و معایب اونها ساختیم. اینکه هوش مصنوعی مثلا توی زمینه پزشکی چه کمک‌های بزرگی میتونه به بشر بکنه و اما برعکسش تو زمینه نظامی چه خطرات بزرگی میتونه داشته باشه، اینکه حتی پیشرفت هوش مصنوعی چطور باعث نابودی انسان میشه. لینک این ویدیوهای مرتبط رو توی توضیحات پایین این ویدیو قرار میدم، میتونین تماشا کنین چون ما در اینجا وارد اون بحثا نمیشیم. با این حال این ماشینای محدود در مقایسه با هوش مصنوعی قوی که به عنوان هوش مصنوعی عمومی یا AGI شناخته میشن چیزی نیستن. برخلاف هوش مصنوعی ضعیف که محدود به مجموعه‌ای از وظایفه
یک AGI میتونه دانشی رو که یاد میگیره برای حل مشکلات مختلف تو زمینه‌های متفاوت تأمین بده. تحقیقات در مورد توسعه AGI هنوز گسترده است و تا حد زیادی هم نظریه است. اگرچه انسان‌ها ماشین‌های خیلی هوشمندی ساختن، مثل واتسون که محصول شرکت IBM و قادر به یادگیری و پردازش زبانه، اما هنوز هیچ کس سیستمی به اندازه یک انسان هوشمند نساخته. بعضی از پیشتازان این زمینه انتظار دارن یک پیشرفت علمی مهم تا اوایل سال 2050 به وجود بیاد. قبل از اینکه بشر به دنیای ناشناخته هوش مصنوعی قوی جهش کنه، باید اخلاق و پیامدهای تولید ماشین‌های هوشمند مثل انسان رو در نظر بگیریم. محققان خطرات واقعی رو در تولید هوش مصنوعی قوی پیش بینی کردند. در کل ماشینی که توانایی هوش عمومی رو داشته باشه میتونه اونقدر توسعه پیدا کنه که از ذهن انسان هم جلو بزنه. یک روز همون ماشین میتونه به خودآگاهی دست پیدا کنه. اگرچه کارشناسان به طور گسترده در مورد اینکه آیا کامپیوترها میتونن خودآگاه باشن یا نه اختلاف نظر دارن، اما در صورت امکان یک ماشین هوشیار ممکنه در هر رشته ای از انسانها بهتر عمل کنه و یک روز باعث بشه ما حتی شک کنیم که خودمون آفریدیمشون. اما با اقدامات احتیاطی مناسب AGI میتونه جامعه و گونه ما رو وارد عصر رشد متعالی کنه. ولی چطور میتونیم ماشین‌های فوق هوشمند و احتمالاً حساس رو برای محافظت از منافع نوع بشر برنامه ریزی کنیم؟ در سال 1942 نویسنده‌ای به نام آیزاک آسیموف کتابی به نام سه قانون روباتیک نوشت که در اون مجموعه‌ای از قوانین برای ایجاد یک سیستم اخلاقی بین انسان و ربات وجود داره. در این قوانین گفته میشه توسعه دهندگان هوش مصنوعی قوی باید به جای قدرت یا هوش برای همکاری بین انسان و ماشین ارزش بیشتری قائل بشن. یک AGI باید طوری برنامه ریزی بشه که ایمنی انسانها رو از سایر دستورالعملهاش مثل یادگیری در اولویت قرار بده. اما حتی یک AGI دوستدار انسان رابطه سالم و پایدار بین انسان و ماشین رو تضمین نمی کنه. مثل تولید بیش از حد هوش مصنوعی محدود، رشد هوش مصنوعی قوی میتونه به استقلال و شایستگی بشر لطمه بزنه. اگر برای حل مشکلات خودمون به ماشین‌ها تکیه کنیم، ممکنه خلاقیت، انگیزه و هدفمون رو از دست بدیم. اگر انسان‌ها در زندگی راحت ماشین محور اوتور بشن و احساس لذت کنن، ممکنه رویاهایی که مخصوص ذات انسانن رو رها کنیم. در زمینه روبه رشد هوش مصنوعی، یک پیشرفت واحد میتونه جامعه ما رو در مقیاس کلان تحت تأثیر قرار بده. به زودی ماشین‌های پیشرفته خوب یا بد در هر صنعت و هر خانواده در جهان گسترش پیدا می‌کنن. همونطور که هوش مصنوعی محدود به هوش مصنوعی قوی تبدیل میشن، ماشین‌ها میتونن روزی باعث سقوط بشر بشن. با این حال همین ماشین‌ها میتونن سیستم‌های اجتماعی ما رو هم بهبود ببخشن و کیفیت زندگی ما رو به میزان قابل توجهی بهتر کنن. در هر صورت انسان‌ها به طور پیوسته به سمت آینده‌ای که توسط ماشین‌های هوشمند تعریف شده حرکت می‌کنن و همچنان یک سوال مهم باقی می‌مونه. آیا ریسک این اتفاق واقعاً ارزش داره؟ نظر شما در این مورد چیه؟ امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.